درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با برنامه دیگه اومدم خدمتتون از تیکه کلفت و جنجالی محمد عمرانی به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری. در ادامه با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. آقای محمد عمرانی، هنرمند خوب و شناخته شده ایرانی که در این مدت و مخصوصاً طی اعتراضات سراسری حرفهای بسیار تند و جنجالی نسبت به مسئولین و سران مملکت و همچنین تصمیمات و انتخابهای مهم اونا زده که در فضای مجازی طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده. ایشون با انتشار مونولوگ‌های جنجالی در مورد دغدغه روز مردم ایران و مسئولین حرف زده. ایشون با انتشار ویدیویی در مورد حسن روحانی و انتخابات و تفکرات و چیزهایی که مردم ایران در مورد انتخاب رئیس جمهور فکر می‌کردند گفت. حسن روحانی به دخترای ایران گفت به من رأی بدین. مگه نمی‌خواین ضحاکو به زیر بکشین؟ خب من فریدونم دیگه. ایران دختر گفتن ما نیازی به فریدون نداریم. خودمون سلسله ضحاک و تو رشته کوههای ایران، تو الوند و دماوند، سهند و سبلان، شیرکوه و زردکوه، بینالود و کوههای مریخی چابهار به بند کشیم. دیگه منتظر کسی نمیم. آقای محمد عمرانی همچنین ویدیویی رو منتشر کرد از حرف‌های غم‌انگیز و بغض‌آلود دختر جوونی در مورد انتخابات ریاست جمهوری و رأی دادن که 23 سال پیش ضبط شده. این رأی بدیم که چی بشه؟ فرض کنید که به عنوان شهروند یه مسئولیتی دارید که در سرنوشت خودتون سهیم بشین. اون وقت به عنوان یک شهروند چه انتظاری دارید به کسی که بهش می‌خواید رأی بدید؟ آقای محترم، ما 4 سال پیش هم این مسئولیت رو اجرا کردیم. تو دوم خرداد رفتیم رأی دادیم. ولی خب چیزی تغییر نکرد. چی از ما عوض شد؟ وضعیت جامعهمون، وضعیت اقتصادی نابسامانمون، وضعیت جوونامون، هیچ چیز عوض نشد. ما خود من یه جوونم، کامپیوتر میخونم، دانشجوی کامپیوتر. ولی میدونم هیچ آینده‌ای ندارم. هیچ چیز تو زندگی من تغییر نمیکنه. جامعه من گرفتار بانبازی و پارتی بازی شه. جامعه من بیمار روابط زبردستی شه. من نمیتونم کاری بکنم. چقدر امسال من لیسانس بیکار توی خیابونا دیده. چقدر به سواد هستم. یه چند تا لیسانس و فوق لیسانس بهتون نشون دادم که به خاطر فرق، به خاطر نداری بدبختیشون میرن توی شرکت خصوصی. یه رفت یه مدیر پیس دوانی کار میکنن که من هزار تا چیز دیگه ازش در میاد. یه دونی چقدر جبون به سواد نیسته اینجا. ایشون حرفهای جنجالی رو هم در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری و انتخابات پیش رو زد و گفت الان که نگاه میکنم سود تو چوسفیله. بعضی از این مسئولین گفتن که مشکلات فرهنگی مثل حجاب و میشه سپرد به خود مردم که آتش به اختیار حل کنه. فکر بدی هم نیست. آخه همه کارا رو که دولت نمیتونه انجام بده. به سوریه و یمن و فلسطین و لبنان برسه، پراید تولید کنه، غنی سازی کنه، واکسن کرونا درست کنه. مردم هم باید کمک کنن دیگه. آتش به اختیار باید مثل مسائل حل کنن. من فهم میکنم مشکلات اقتصادی و تورم میشه آتش به اختیار حل کرد. این جماعت که زیر خط فقرن بلنشن برن پای ماستی ماست ماستکی تو این بانک ها هر چقدر پول میخوان بردارن، یا برن تو فروشگاه بزرگ یا مواد غذایی، البته دولتیش چون دولت و ملت نداره که، برن اون تو گوشت مرغ هرچی لازم دارم بردارم. آتش به اختیار. آره اصلا نمیشه همه مشکلاتو دولت حل کنه.
دولت رو عهده بگیره. آتش به اختیار خیلی خوبه، خیلی از مشکلات ما رو حل میکنه. ها؟ در ویدیوی دیگه هم ایشون گفت در ایران 40-50 میلیون نیروی کار متخصص و غیر متخصص ضد انقلاب داریم که از انقلاب اسلامی محافظت میکنن. یه پژوهشگر خارجی وقتی از سفر به ایران برگشت ازش پرسیدن چه چیزی از همه بیشتر تو ایران جلب توجه میکرد. گفت من چیز عجیبی دیدم تو ایران، 40-50 میلیون نیروی کار متخصص و غیر متخصص ضد انقلاب داشتن از انقلاب محافظت میکردن. میخندیم؟ خب ما هم اون موقع شنیدیم فکر کردیم جوکه. همینطور که میخندیدیم داشتیم به دیکتاتور کوچولوم سر و شکل میدادیم، هر کدوم به بهانه ای، مبارزه با امپریالیسم، برقراری اسلام ناب محمدی، دفاع از حقوق پرولتاریا و زحمت کشان، جامعه بی طبقه، حکومت عدل علی. وقتی دیکتاتور کوچولومون از آب و گل در اومد تازه فهمیدیم که اون حتی به ما که خالق و پروردگارش بودیم هم رحم نمی کنه. هرچه بزرگتر شد ترس ما هم بزرگتر شد، تا اینکه نسل تازه به ما یادآوری کرد که هیچ دیکتاتوری بدون همکاری افراد جامعه قادر به ادامه حیات نیست و از امروز همکاری ما با اون یعنی مشارکت در جنایت و باید مهمترین تیر ترکشمون از چله رها کنیم و بزنیم به چشم اسفندیار این هیولا. این یعنی همراهی با جوانای جان برکف تو خیابون، واضح تر بگم اعتصاب سراسری. آقای عمرانی در ویدیوی دیگه‌ای هم حرف‌های بسیار جنجالی و غم‌انگیزی زد در مورد خودش. گفت من در سال کودتا به دنیا اومدم، بچه بودم، انقلاب سفید شد. در تابستون 57 ازدواج کردم، زمانی که هنوز هیچ خبری از انقلاب نبود. به یکی از دوستان گفتم من آدم بدشانسی هستم. گفت چطور؟ گفتم در سال کودتا به دنیا اومدم، هنوز دبستان رو تموم نکرده بودم که انقلاب سفید شد و من چون خیلی درس خون نبودم یک کتاب به کتابای درسیمون اضافه شد. سالی که ازدواج کردم تابستون 57 بود، هیچ خبری هم نبود، بزن و بکوب و بنوش و هنوز مستی از سرمون در نرفته بود که انقلاب سیاه شد و جوونی و زندگیمون به گند کشیده شد. مثل خر، بل نسبت خر، البته هواداران حیوانات ناراحت نشن، مثل خر کار کردیم و دنبال اجاره خونه و شیر خشک بچه و همش دویدیم دیگه. حالا که به پیری رسیدم گفتم برای حق و حقوق بچه هامون چهار کلمه حرف بزنم، دیدم همون بچه هامون دارم به میگن چپول و 57. خب دیگه بدشانسی به چی میگن؟ دوستم گفت که خب میگن بعد از هر شدتی یه فرجی هست، بالاخره تو شانس میاری، سالی که میمیری عوضش ایران آزاد میشه. گفتم که مرگ خود خواستم قبوله؟ گفت اگه مردش هستی آره. گفتم نه، یکیو نیستم، مردش نیستم، چون زندگی رو با همه رنج ها و دربدریاش عاشقانه دوست دارم.
آقای عمرانی همچنین با انتشار این عکس از خانم صدیقه وسمقی صحبت‌های اخیر ایشون رو منتشر کرد که گفتن وقتی مشارکت مردم خیلی پایین باشد نیروهای داخل حکومت دچار ریزش می‌شوند و اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند، اما زمانی که مردم پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و رأی دهند این نیروها احساس توانمندی و پشتوانه مردمی می‌کنند. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید.